دوستان، در جلسه قبل با WBS آشنا شدیم و خب در این جلسه میخواییم برای اولین بار وارد نرم افزار مایکروسافت پروژکت بشیم. خب ما از مایکروسافت پروژکت 2013 استفاده میکنیم. نرم افزار مایکروسافت پروژکت نرم افزاری هست که توسط آفیس برای ما ارائه شده تا بتونیم از طریق اون پروژه خودمون رو مدیریت کنیم. لازم به ذکره که این نرم افزار خیلی قدرتمندیه و خیلی از پروژه های ما رو پوشش میده و تا سطح حتی پروژه‌ای که اگه بخوایم یه سد سازی انجام بدیم یا یه پروژه نفتی رو در دست داشته باشیم و حتی اگر بخوایم که به صورت سازمانی این پروژه رو اداره کنیم میتونیم از اون استفاده کنیم. پروژه‌هایی که به صورت سازمانی اداره میشن و خب نیاز باشه که دسترسی‌های مختلفی به اون داده بشه و یک سرور قرار داده بشه، میتونیم از مایکروسافت پروژکت سرور استفاده بکنیم. خب تو اینجا ما از مایکروسافت پروژکت معمولی داریم استفاده میکنیم و چیزی که ما اینجا به عنوان پروژه مطرح کردیم، همونطور که قبلا هم صحبت کرده بودیم، یه طرح پژوهشی هست، مثلا یک پایان نامه واسه دوره فوق لیسانس یا دوره دکترا یا یه طرح پژوهشی تو هر جای دیگه‌ای بخوایم اجرا کنیم، به صورت کلی میتونیم از مایکروسافت پروژکت استفاده کنیم و یه پروژه برای اون مطرح کنیم. بگیم که خب من میخوام یه طرح پژوهشی بدم و این یه پروژه هستش، بر فرض یه 2 سالی میخوام وقت بذارم واسه این پروژه خودم و خب شروع میکنم به تجزیه تحلیل اون و وارد نرم افزار مایکروسافت پروژکت میکنم. پس میایم با هم یک پروژه انجام طرح پژوهشی رو تعریف میکنیم. چیزی که ما میخوایم تو این جلسه برسیم در نهایت این مورد نرم افزار هستش، یعنی این داده هست که توی MSP هست و خب بیشتر وارد نمیشیم، میخوایم با خود MSP، نحوه ورود اطلاعات و WBS، کد WBS تو اینجا آشنا بشیم. خب قبل اینکه وارد خود نرم افزار بشیم، ما باید اول بتونیم باکسای پروژه‌مون رو استخراج کنیم. برای این کار من قبلا هم بهتون گفته بودم باید از دانش گروهی استفاده کنیم. دانش گروهی به چه معنی؟ حالا برفرض شما توی یک سازمانی دارید کار میکنید و خب میخواید پروژه رو مطرح کنید دیگه، میخواییم پروژه رو تعریف کنید. خب میایین یک گروهی رو تشکیل میدین، این گروه میاد یک WBS رو با هم ایجاد میکنه. برفرض مثال توی این عکس اگر توجه کنین، من اومدم برای خودم، حالا من تنها بودم، خواستم WBS رو استخراج کنم. این حالت چک نویس داره. شما فرض کنید که اونجا یک جلسه رو تشکیل دادین و تو این جلسه باکس پروژه تون رو میخواین استخراج کنین. میایین از پروژه اصلیتون شروع میکنین، باکس اول رو مینویسید و در موردش بحث میکنین. آیا زیر مجموعه داره؟ زیر مجموعه میخواد؟ چه کارهایی باید بکنیم؟ به طور مثال اول میتونیم باکس‌های کلی رو استخراج کنیم، بعد بیاییم باکس‌های کلی رو دوباره بنویسیم و هر کدوم یه جلسه جداگونه بذاریم و باسش باکس‌ها رو استخراج کنیم. تهیه WBS یک کار زمان بر هستش، به خاطر اینکه شما باید وقت کافی واسه استخراج اون بذارید تا بتونین اکثر فعالیت‌ها رو، یعنی بیشتر فعالیت‌ها رو حداقل بشناسیم و تعداد کمی از فعالیت‌ها باشه در حین پروژه تغییرات داشته باشه و شما برنامه‌تون رو آپدیت کنین. و چیزی هست که دارید به مشتری تحویل میدید، یعنی محصولاتی هستش که در اون پروژه باید به مشتری تحویل بدین، به خاطر همین وقت خوبی رو واسش بذارین، همونطور که دیدین نیازسنجی بکنید، زینفانتون رو بشناسین، باهاشون جلسه بذارین، باکس‌ها رو به خوبی استخراج کنین. بعد که باکس استخراج شد، میتونین حتی از یک نرم افزار ورد هم استفاده کنین و به این صورت بیاین فعالیت ها و تسک ها رو جدا کنین. به طور مثال این الان انجام طرح پژوهشی پروژه اصلی من هستش، زیر مجموعه اون انتخاب موضوع است، من میخوام پایان نامه رو ارائه بدم، اول باید موضوع اون رو انتخاب کنم، بعد میام برای انتخاب موضوع یه تحقیق کتابخونه ای انجام میدم، میرم کتب، مقالات،
پایان نامه‌های دیگر رو میخونم، مطالعه میکنم، موضوعات رو ازش استخراج میکنم، یه سری موضوع انتخاب میکنم، با اساتید مختلفی که در اون زمینه بیشتر کار کردن جلسه میذارم و در نهایت موضوع مورد نظرم رو به همراه استاد و مشاوره مد نظر انتخاب میکنم و استاد رو نهایی میکنم، با موضوعی که دارم نهایی میکنم. خب حالا وقتی که یه چنین چیزی رو در آوردین توی MSP میخوایم وارد کنیم این فایل ورد، حالا شاید در حین ایجاد فایل MSP نیازی نباشه تهیه کنید، اما میخواستم من اینجا نشون بدم که فایل MSP هم به این صورت میاد WBS رو نشون میده. الان این یک نوع WBS، حتما ما نباید به صورت نمودار WBS مون رو نشون بدیم. اگر توجه کنین توی اینجا ما در جلسه قبل گفتیم که یه حالت نشونه WBS به این صورت است که حالت سلسله مراتبی رو به صورت نمودار نشون میدیم، اما خب یه حالتش هم به این صورت ورده، ما میتونیم به صورت ساده به این شکل WBS مون رو نشون بدیم، به صورت سلسله مراتب WBS مون رو نشون بدیم. و الان این تسک های ما هستن که باید انجام بشن و اینا باکس های اصلی و باکس های مادر هستن که انجام اینها منوط میشه به انجام اینا، یعنی انجام اینها منجر میشه به انجام باکس اصلی. خب نرم افزار MSP رو حالا میخوایم شروع کنیم. یه فایل نیو رو میزنیم، البته اگر واسه دفعه اول استفاده میکنیم میتونیم سرچ کنیم پروژکت 2013. این پروژکت 2013 هست که حالت عادیه و این پروژکت سرور 2013 هستش که ما در سازمان میتونیم در یک سرور قرار بدیم و به صورت سازمانی از اون استفاده کنیم. خب اگر فایل نیو رو بزنم، یک پروژه خالی رو واسه من ایجاد بکنه، میبینیم که تو این قسمت یک سری یه حالت شیت دارم که یک سری ستونه، اینا فیلدهای من هستن و اینها هم رکوردهایی هست که میتونیم قرار بدیم. فیلد رو خب MSP از قبل تعریف کرده، اگر چیز دیگه لازم باشه من میتونم اد کالم کنم که حالا اینجا با هم میبینیم. ما یه سری فیلد رو میتونیم خودمون هم ایجاد بکنیم که حالا جلوتر با اون آشنا میشیم، حالت سفارشی اون هستش، ولی خب فیلدهای اصلی توسط مایکروسافت پروژکت واسه ما تعبیه شدن. خب تو اینجا نحوه کلکیولیت یک تسک رو نشون میده، اینجا اسم اون فعالیت رو باید بنویسیم، دیوریشن مدت زمانی که داره که بعدا به اون خواهیم رسید، پس من اینا هاید میکنم در حال حاضر لازم نیست، استارت زمان شروع، زمان پایان، پیش نیاز اون که بعدا به اون خواهیم رسید در جلسات بعد، ما فقط میخواهیم دیتا رو وارد کنیم، ریسورس نیم هم منابع لازم هستش که اینم هاید میکنیم. در حال حاضر همینجا بسته. قبل اینکه شروع کنیم، این الان تسکمود به دو صورت مانوال و اوتو اسکجول هستش. خب در حالت اوتو اسکجول قرار بدین همه رو، بیاین اینجا و کلن بذارین تو روی اوتو اسکجول، بعد این چون از قبل وارد شد رو مانوال مون و حالت اوتو اسکجول باشه، یعنی به صورت اوتوماتیک برنامه ریزی رو انجام بده. ما نمیخوایم دستی برنامه ریزی کنیم چون یه ذره غیر منطقیه اگه بخوایم دستی برنامه‌ریزی کنیم و از فایل MSP استفاده کنیم، ولی خب بعضی جاها شاید لازم باشه که محاسبات به صورت دستی انجام بشه، مانوال باشه. خب اسم پروژه رو اول از همه می‌نویسیم، می‌نویسیم پروژه طرح پژوهشی، درسته؟ انجام طرح پژوهشی، پروژه انجام طرح پژوهشی. این پروژه ما هستش. بعد فعالیت های زیر مجموعه اون رو مشاهده میکنیم. دو حالت داریم، میتونین اول باکس اصلی رو بنویسیم بعد باکس زیر مجموعه رو اضافه کنین. حالا من دو مورد از اینا رو سعی میکنم جلوی خودتون تایپ کنم که بیشتر با نحوه ورود اطلاعات آشنا بشین. یه دونه انتخاب موضوع پژوهشیه، موضوع پژوهشی، بعد خب بذارین دو مورد از اینا رو من اول وارد کنم، یه کپی میکنم
فقط و خب. بعد باکس بعدی رو وارد کنیم که بتونیم و یه باکس دیگه بزنیم به صورت خب و این باز مرور پیش نده. چون فایل ها رو من در اختیارتون قرار میدم، توضیح کامل بر روی هر یک از باکس ها نمیدم، دوست دارم که خودتون بیاین و همه اونا رو وارد کنه و یه مرور کامل بر روی باکس ها داشته باشین و نظر خودتون شاید باشه که بخواییم بیشتر جزء کنین یا اینکه مثلا یه سری ها خیلی جزء شده بردارید و چون حالت کلی در نظر گرفته شده واسه بعضیا کارهای عملی نیستش و شاید من اینجا کارهای عملی هم در نظر گرفتم، مثلا مدل اولیه مدل نهایی، حالا شاید بعضیا نخوام مقاله بدن توی طرح پژوهششون، این مورد کلا حذف بشه، حالا اینا دیگه شخصی هستش. خب حالا بیایم تعریف کنیم که چی زیر مجموعه چی قرار داره. من میدونم که فعالیت دوم زیر مجموعه توی قسمت تسک ایندد میکنم، میره زیر مجموعه انجام طرح پژوهشی. الان میبینیم که انتخاب موضوع پژوهشی زیر مجموعه از انجام طرح پژوهشیه. تو حالت بعدی من میخوام بگم که انجام تحقیق کتابخونه‌ای خودش زیر مجموعه انجام موضوع پژوهشی که دوباره ایندد میکنه. خب این الان رفته زیر مجموعه انجام طرح پژوهشی، نه انتخاب موضوع پژوهشی، یعنی اینا هم راسته هم هستن. اگه تو فایل ورد در نظر بگیریم اینطوری شده که اگر این یک باشه انجام طرح پژوهشی، این یک انتخاب موضوع پژوهش، یک دو انجام تحقیق کتابخونه، یعنی هم ردیف تو یک سلسله مراتب با اینا قرار داده شده که این درست نیست. پس من یک بار دیگه بعد این دت کنم و بره داخل. خب حالا برای ما اومده گفته که چی؟ انجام طرح پژوهشی اوله، انتخاب موضوع پژوهشی. این موارد هم زیر مجموعه پروژه اصلی من هستش، پس این دوتا رو هم یک بار این دت میکنم. خب حالا من این وسط متوجه شدم که یک تسک دیگه باید اضافه بشه. چیکار میکنم؟ ناکنین الان تسک بعدی انتخاب موضوعه، میام اینجا یه فایل insert task میکنم، نیم تسک میشه و خب میام اینجا انتخاب کنم و وارد میکنم اطلاعاتو. توجه کرده باشید من دو بار کلیک کردم و یک باکس کامل باز شد واسه من که تو این باکس task information یعنی اطلاعات کار من میتونم وارد کنم. این یک حالت شناسنامه کامل داره و خب اگر خاطرتون باشه ما گفته بودیم که هر یک از باکس WBS یک شناسنامه میتونن داشته باشن. خب این هم یه جوری شناسنامه هست واسه هر یک از باکس ها که به صورت کامل تمام جزئیات رو در نظر گرفته و به خصوص تو قسمت توضیحات من میتونم نوت قرار بدم و بنویسم. حالا با هم جلوتر میبینیم که من یه سری نوت قرار دادم توی فایل MSP اصلی هم، حالا واسه برگزاری جلسات. یک مورد دیگه که اضافه میکنم برگزاری جلسات رو نوت اونم قرار بدم، میتونم در موردش توضیحات بنویسم. خب این انتخاب موضوع بود. اگر اون باکس من بسه، اگر یک بار کلیک کنیم و F2 رو بزنیم میتونیم بدونی که وارد اون باکس بشین اینجا انجام بدیم کارتون. خب انتخاب موضوع رو هم نوشتیم. بیاین حالا یک مورد که برگزاری جلسه من یه نوت میخوام در موردش بنویسم رو هم قرار بدم. اینجا insert task میکنم، دوبار کلیک میکنم، تسک نیمم رو قرار بدم. الان من چون دفعه قبل تا آخر حالت تو نوت بودم بعد بستم، حالت عادی توی جنرال درمه. ما اینا رو هر کدوم از اینا رو بعدها با هم توی جلوتر خواهیم دیدش. خب توی نوت من اینجا نوشته بودم، چون الان خاطرم نیست با هم میبینیم چه نوتی بسش قرار دادم.
میام اینجا روش قرار میدم، اینجا می نویسم موضوعات مختلف انتخاب شده با اساتید بحث شده، اومدم یه توضیح دادم که این منظورم از برگزاری جلسه چیه، چه کاری باید دقیقا انجام شه و انتظار من چیه. شما میتونید در مورد هر چیزی نوت مربوط به خودشتون رو بذارین، اگر به صورت سرور باشه اشخاص معلوم میشه چه نوتای مختلفی گذاشتم، مثلا مدیر اومده گفته لطفا این موضوع رو پیگیری کنید، بعد من اومدم گفتم پیگیری انجام شده و موضوع حل شده. این موضوع خب من هم میام اینجا یک نوت قرار میدم، دابل کلیک میکنم، موضوع جلسه پس از موضوع ته با اساتید مختلف مورد بحث قرار گیرد و بر اساس موضوع و اساتید بر اساس نکات اساتید انتخاب موضوعات مورد تحقیق بیشتری قرار گیرد. خب مثلا یک نوت که امکان ویرایش و اینا همه چی هستش، بعد میاد اینجا هر کسی خواست میدونه که اینجا یه نوت وجود داره و میتونه این مورد رو توی قسمت فیلد ایندیکیتور مشاهده کنه و ببره جلو. خب ما دیدیم که میتونیم این موارد رو اضافه کنیم به این صورت. حالا یه حالتی هستش که من الان اومدم اینجا نکنین اینو بستم، این زیر مجموعه انجام طرح پژوهشی، این هم نیو تسکی که زدم به صورت پیش فرض زیر مجموعه طرح پژوهشی بوده و خب اگه من یه تسک دیگه اینجا بدم به صورت پیش فرض باز هم زیر مجموعه انجام طرح پژوهشی قرار میگیره، به خاطر اینکه قبلیش زیر مجموعه اون بوده و این هم راستا با قبلی کار میکنه و این نیز هم ناسا با این. خب من نمیخوام که این زیر مجموعه انجام طرح پژوهشی باشم، میام این آددش میکنم، آددند میکنم، اون وقت دیگه میاد از زیر مجموعهش بیرون. اگر من به اشتباه این چند تا زیر مجموعه زده بودم و این رفته بود زیر مجموعه مورد پژوهشی و نمیخواستم زیر مجموعه مون باشه، چند بار آددت میکنم که تا اینکه بگه آقا این زیر مجموعه هیچی نیستش، اشتباه آددت کردم. خب دیگه زیر مجموعه چیزی نیستش، این تسکی که نوشتم. خب شما دوستان هم بر اساس این فایل وردی که بتون در اختیارتون قرار میدم لطفا بیاین فایل MSB رو به این صورت تهیه کنیم. فقط نکته ای که میمونه یه WBS هست که میخوام کد WBS بهش بدم، شما هم کد WBS بدین، دوریشن ها رو لازم نیست وارد کنین، هاید کنین، استارت فینیش هم بر اساس تاریخ امروز خود پروژه در نظر میگیره، فکر میکنه که آقا پروژه شما از امروز استارت میکنه، به صورت پیش فرض این فکر میکنه MSB و میاد استارت دیت رو از امروز میزنه. نگران این مسائل نباشین چون جلوتر با هم دیگه اونا رو حل خواهیم کرد، فقط میخوایم نحوه ورود اطلاعات و تهیه کد WBS رو تو MSB ببینیم. اول از همه ما چیکار میکنیم، میخوایم اینا رو بینازنین کنیم دیگه، میایم اینجا توی قسمت فونت که باز میکنیم یه مقدار، دفعه اول که میدونم ممکن طول بکشه تا فرمت ها رو بیاره واسه من. یه حالتش بس اینطوریه که من بیام تو قسمت فونت این فونت رو بکنم بینازنین یا تاهوما، اما این به صورت موقت این کار رو میکنه و من اینجا میام مثلا تاهوما انتخاب میکنم، 11 رگولار اوکی میکنم، اینا رو همه رو تاهوما میکنم. حالا من یه مورد دیگه اینجا بنویسم ناکنین، باز دوباره برگردون به حالت آریال واسه این که من بتونم کلن تو اینجا مثلا بینازنی یا تاهوما داشته باشم، میام توی فیلد سیتینگ میام توی قسمت تکست استایلز کلیک راست میکنم، اونجا میام توی قسمت تکست استایل واسه تمامی آیتم ناکنه آیتم تو چینج آ من میکنم بینازنی، من میخوام همه بینازنین رگولار 11 باشه. خب رنگشون هم همون مشکی باشه،
اینو اوکی میکنم. خب الان فقط اینجا من که قبلا تاهما کرده بودم و تغییر نمیده، ولی اگه توجه کنین این رو کرده بینازنین 11 که روش استایل نزده بودم، این رو دوباره دستی به حالت بینازنین برمیگردم. خب بعد میخوام رنگ، ببینین تسکای مادر من متفاوت باشه، همونطور که اینجا میبینین تسکای مادر رنگشون و فیلد رنگیشون متفاوت هستش. خب میام چیکار میکنم؟ دوباره تو تسک استایل میام اینجا کلیک میکنم، کلیک راست تکس استایل. خب به جای آل میام ناکنی اینجا تمام کریتیکال تسک اینا رو همه رو میتونم انتخاب کنم، ولی خب چیزی که من الان شما کریتیکال تسک اینا شاید زیاد آشنا نمیشین، چیزی که میخوام سامری تسک هستش. توی MSP تسکای مادر رو به نام سامری تسک میشناسه. سامری تسک رو انتخاب میکنم، یه شماره بزرگترش میکنم، شاید بالدش هم بکنم، کالر رنگش رو میکنم مثلا آبی پر رنگ، بک‌گراند کالرش هم میکنم زرد خیلی کم، بعد اوکی میکنم. حالا اگه توجه کرده باشین اینها تغییر کردش، فقط ناخونی خود تکست چون استایل بهش داده بودم بی نازنین، اون تغییر مد نظرم رو نداد. اگه من اینجا یه مورد دیگه اضافه کنم، این رو دت بکنم به این، ناکنین اومد خودکار سامری تسک منو بالد کرد و بی نازنین هم که هستش رنگش هم تغییر دادش. پس هر مورد الان فرض کنیم که اینا همه زیر مجموعه این هستن، یکی دیگه خب میاد خودش تغییرات رو دیگه اعمال میکنه، لازم نیست هر دفعه شما کلیک کنین و فیلد و رنگش رو تغییر بدین. خب پس لطف کنین که به رنگ ها هم اهمیت بدین، چون واسه زیبایی و نمایش بهتر پروژتون خیلی مهم هستش و هرچه گزارشتون رو که زیباتر به دست بیارین ارزش کارتون بیشتر نمایش نشان داده میشه. خب مورد بعدی WBS هست. من میخوام WBS رو به این شکل هم داشته باشم، البته MSP به صورت مستقیم این حالت رو به من نمیده. اول از همه میام فیلد WBS رو اضافه میکنم. البته قبل اینکه فیلد WBS رو اضافه کنم توی قسمت پروژکت، توی قسمت WBS Define Code، خب به صورت پیشفرض خود پروژه مایکروسافت پروژه نامبر اوردر رو داره، ما میتونیم مثلا بر اساس حروف و بقیه موارد هم این کار رو بکنیم، ولی خب خود نامبر خوبه. بعد بعد بیاین اگه میخواین کد WS رو ببینین، اد نیو کالم رو اینجا میبینین، اد نیو کالم این کوچیک رو اینجا بزنین، یا WBS رو بیاین اینجا بر اساس حروف الفبای انگلیسی هست، یا اینجا WBS رو پیدا کنین، کد ها رو نشون میده، یا اینکه اینو هاید میکنم به صورت راحت تر بیاین اینجا تایپ کنین WBS میاره و اینجا کد ها رو نشون میده. خب همونطور که میبینین کد 1 پروژه اصلی، زیر مجموعهش کد 11, 12, 13 و موارد مختلف وجود داره و شما میتونین کد های WBS رو به صورت سلسله مراتبی که تعریف شده اینجا مشاهده کنید. خب حالا بیایم ببینیم چطور میتونیم این نمودار رو بکشیم. گفتم که مایکروسافت پروژه به صورت پیشفرض یه چنین نموداری رو به شما نمیده. یه روشش اینه که یه نرم افزاری به نام WBS Chart Pro رو دانلود کنین، اگه برین تو اینترنت سرچ کنین میتونین پیداش کنین و خب اونو اینستال کنین، میاد اینجا به صورت یک تب اضافه WBS Chart Pro قرار داده میشه و شما با استفاده از اون میتونین این نمودار رو استخراج کنین، ولی من خودم زیاد دوست ندارم این کارو. اول از همه به خاطر اینکه این نمودار شاید دیگه فقط اوایل پروژه خیلی مفید باشه، بعدها زیاد باش کاربردی نیست و همین ساختار سلسله مراتبی با همین نمایش مناسبه. دومیش اینه که بتونیم بیایم اینجا ریپورت بگیریم. خب ریپورت رو به صورت پیشفرض میتونیم بسازین، البته یه نیو ریپورت کنین، اما من اینجا مور ریپورت رو میزنم، یه خروجی ببخشید
یه ویژوال ریپورت اکسپورت میکنم. خب میخوام یه خروجی ریپورت بگیرم. اینجا یه خروجی ریپورت میگیرم در ویزیو. ویزیو رو برم میده یه ذر طول میکشه بیاد بالا. یه خروجی از تسک ها توی مایکروسافت ویزیو میگیرم خب، و از طریق مایکروسافت ویزیو و بازی با تسک ها اون رو میسازم. نمیخوام اینجا براتون انجام بدم، به خاطر اینکه یکی اینکه باید با نرم افزار ویزیو آشنا باشین، اینکه میتونین برین تو وبسایت ما توی diaco.com و اونجا آموزش نرم افزار ویزیو قرار داده شده، میتونین اونو مشاهده کنین اگر بلد نیستین و ویزیو رو یاد بگیرین، و اگر هم بلدین خودتون گزارش رو بگیرین و از طریق اون ببینین. این یه دونه ویزیو پیوت میده، یه دیاگرام پیوت توی ویزیو به ما میده اگر هم اینجا نگاه کنین، و خب از طریق استفاده از اون فیلدهایی که توی پیوت ما قرار داره میتونین WBS مون رو بکشین به این صورت. اما خب اینجا baseline report metric حالا وجود داره که بعد ببینیم چه فیلدهایی به ما میده. من اینو یه بار کشیدم برای خودم، شما هم اگر خواستین میتونین، کنجکاو بودین میتونین برین با این استفاده. اما چون خیلی ممکن با نرم افزار ویزیو آشنا نباشن، من دیگه زیاد واردش نمیشم. پس متوجه شدین که چجوری هم WBS رو به صورت نموداری میتونین داشته باشیم، از دو طریق، نرم افزار ویزیو و نرم افزار WBS Chart Pro. خب در جلسه بعدی ما وارد مفاهیم پریدیسسور ها میشیم، یعنی پیش نیاز ها میشیم، و اول میبینیم که چجوری میتونیم پیش نیاز ها رو تعریف کنیم. نمودارهای AOA و AON رو میبینیم و بعد وارد دوباره MSP میشیم که ببینیم چطوری میتونیم این پیش نیاز ها رو توی MSP تعریف کنیم، و این قسمت از نرم افزار MSP رو هم با هم مشاهده کنیم. اینجا هم تایملاینی که وجود داره هم حالا بعدها وقتی که کامل تر میشه میبینیم چه استفاده ای واسه همون داره به صورت حالت نمایشه. اما این قسمت که گانت چارت هست رو با هم در جلسات بعدی بیشتر خواهیم دید. امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین. موفق و پیروز.